سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علی اگزا هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون اگزا آرمی. من چطوری؟ چه خبر؟ خوش میگذره بچه ها. این ویدیو کلن انقدر سخت و ترای هارده، یه دوئل اسنایپ داریم. من علی اگزا که دیگه میشناسید، با موبایل راکفون 3 ایسوس، سنگوشتی با جیرسکوپ و حریف روبرو هم یکی از خفن‌ترین آیپد پلیرهای ایران که توی دوئل اسنایپ رقیب نداره و شاید توی کلن خودم هم این آدمو بیارم. ولی بچه واقعا این دوئل خیلی سخت بود، یعنی سطحش خیلی متفاوت بالاست. شاید یکی از سخت‌ترین دوئل‌های اسنایپ که زدم همین ویدیوه بچه ها. حالا چرا میگم سخت؟ به خاطر اینکه اول خب من آیپد ندارم، من موبایل پلیرم، اون آیپد. یک دو اسنایپی هم که انتخاب کردیم اسنایپ به اون صورت مثل مثلا DLQ و اسنایپ لوکاس نیست که مثلا استاندارد باشه. ما با دوتا اسنایپ غیر استاندارد داریم پلی میدیم، اسنایپ هایی که حالا خوب هستن، نمیگم بدن، ولی کلا خیلی سخته باهاشون زدن. قرار شد من با کوشکا بزنم، اونم با آوتلا که واقعا بچه ها اسنایپ هاش خیلی سخته باش پلی دادم، ولی خب ما این کارو کردیم و بچه واقعا من آخر کار اینقدر عصبانی شده بودم، داشتم میباختم، که دیگه ترای هارد ترین بازیمو توی این ویدیو نشون میدم. حتما حتما بچه ببینید تا آخر این ویدیو رو و کلن یک موبایل پلیر جلوی آیپد پلیر چطوری میتونه دووم بیاره. بچه حتما حتما برای حمایت من حتما این ویدیو رو لایک کنید و یه دونه کامنت انگلیسی هم بذارید، چون بچه واقعا سطح این دوئل بالاست. اگزار می خودم ببینید، اگر دقت کرده باشید بچه ها، طرفدارای من میدونن من با آدمای نوب دوئل نمیزنم. بچه ها طرف مثلا اومده میگه آقا نوک کردم توی دوئل اسنایپ. خب کی نوک کرد؟ یه پلیری که اصلا سطح نداره. ولی من خودم رو همچین آدمی نمیبینم، من با پلیرای گاد پلی میدم. خدای سطح موومنت رو ببینید، سرت گیج نمیره؟ 8 انگشتی فکر کنم با آیپد، نمیدونم دقیقاً. بعد من با سنگوشتی با جیرسکوپ، خب خیلی سخته ولی زدمش، اونم هیپ فایر. بچه واقعا بچه بزودی راستین خواستم یه خبر خیلی خوب بهتون بگم، بزودی براتون هندگم میخوام بگیرم. برید عشق کنید بچه ها. اونایی که میگن علی اگزو چرا هندگم نمیگیری فلان داستان، بچه خب یه سری وسایل نیاز داره که دارم، وسایلش رو تهیه میکنم و بزودی براتون میذارم. حتما حتما بچه حمایت بکنید. و اینکه خب همه میدونید که من جیرسکوپ پلیرم، ولی خب از انگشتم استفاده میکنم بچه ها. حالا به زودی هندکمشم براتون میذارم، کیف کنید. و خب بچه ها خب میدونید این ویدیو رو من چند وقت پیش گرفتم و اکانتم رو بند کرد اکتیویژن، نمیدونم به خاطر چی. حالا ویدیو قبلی توضیح دادم، زیاد حالم بچه خوب نبود. حالا خدا رو شکر به امید شما یکم روحیه بهم دادید، حالم بهتره و خیلی هاتون گفتی علی اگزو نگران نباش برمیگرده، منم دیگه خیالم راحته چون به شما اعتماد دارم. و این ویدیویی که دارید میبینید بچه چند روز پیش گرفتم، چون گفتم من باید ویدیو بگیرم برای بچه ها منتظرم و این ویدیو رو تقدیم میکنم با عشق به شما. و خدایش سطح موومنت رو ببینید، با آوتلا داره اینجوری منو میزنه نامرد. من این بچه رو قطعا توی کلن خودم میارم، حالا شاید برای دوئلا مثلا استفادهش بکنم، شایدم برای تورنمنت معلوم نیست، ولی کلا بچه سطح خوبی داره. این کوشکایی هم که دارم بچه یکم سخته باش بازی کردم، ولی من دیگه تلاشمو دارم میکنم. بچه اگه DLQ یا لوکاس دستم بود اصلا میس نمیدادم، شاید میس نمیدادم. خب کوشکا من شاید باورتون نشه بچه، کلا دو تا ویدیو گرفتم باش که یکیش هم همینه اگه اشتباه نکنم، دو یا سه، البته فکر کنم دوه. یعنی من دو بار کلا ویدیو دادم با این، ولی DLQ تو دلتون میخواد دادم باش ویدیو با لوکاس. ولی خب سخته دیگه، آدم باید با چیزایی که باشون کنار نمیاد و فکر میکنه سخته روبرو بشه. کلا آدمی هم که خودمو به چالش میکشم بچه، شما هم همینطور باشید. سعی کنید تو زندگیتون، نه تنها توی گیم، به چیزی که علاقه ندارید و به چیزی که عادت ندارید، سعی کنید خودتون رو اجبار کنید یاد بگیرید اون کارو، شاید پیشرفت کنید، شاید اون نقطه قوت شما بشه. یه روزی بچه خدا شاهده، بچه هیچ وقت یادم نمیده، به داداشم به رفیقام داشتم گفتم که من اسنایپر خوبی نیستم، هیچ وقت نمیتونم اسنایپ بزنم با سه انگشت. بعد یکی فامیلامون بهم گفت که علی اگزو تو که اینقدر استعدادت خوبه فلان، چرا اسنایپ کار نمیکنی؟ خوب رو تمرین کن. باور کنید بچه، از اون زمان رفتم تمرین کردم با آیفون 6S. برید ویدیوی منو ببینید پایین، دو سال دارم ویدیو میذارم. با آیفون 6S اسنایپ رو شروع کردم و الان خدا رو شکر به یه جایگاه رسیدم. ولی خب هیچ وقت ادعا ندارم و همیشه کوچیک همتونم، اینو جدی دارم میگم،
کلن توی هیچ چیزی ادعا ندارم بچه ها. اگر یکی داره میگه علی اگزو با ما دوئل بزن فلان، بچه من هیچ ادعایی ندارم، ممکن از یکی ببازم، ممکن یکی ببرم، دوئل چیزی معلوم نمیکنه بچه ها. اینو جدی دارم میگم، بیشتر توی رنگ باید مواجه بشید، اونم توی رنگ لژندی که حالا مثلا یک کاپتون نزدیک لیدربورد باشه، اون موقع است که پلیر رو میتونید سطح بازیشو بسنجید. اوه چی زد اینجا بهم بچه، موومنتش واقعا عالیه، واقعا آیپد پلیرا چی زدم اینو بچه. ببینید آیپد پلیرا کلن چه بخوان چه نخوان میتونن پلیر بشن، چون آیپد بزرگتره و گوشی کوچیکتره، ولی علی اگزوی که دارید میبینید داره جلو آیپد بازی میکنه، 2 ساله دارم باش پلی میکنم، 2 ساله دارم با جیروسکوپ کار میکنم، 2 ساله دارم با موبایل بازی میکنم. شما هم اگه میخواد توی موبایل بیاد بچه ها جیروسکوپ رو کار کنید، ویدیوهای قبلی ما تو آخر ببینید، کلی آموزش خفن دادم بهتون. وای اینجا رو دیدی خدا وکی دیگه ندیدی، یه لاکو بزن هیپ فایر بچه ها، هیپ فایر رو توی دوئل دست کم نگیرید، همش میخوره. من یه جایی شد خدا وکیلی بچه ها رو هوا انمی رو گفتم هیپ فایر میزنم، زدمش. چرا؟ چون ایمان داشتم میخوره. بعد طرف میگه نه بابا این چیت زده. نه بچه ها ببینید، از هر ممکنه 10 تا شاتی که میزنید هیپ فایر 1-2-3 تاش بخوره، پس اون لحظه که داری میزنی ایمان داشته باش بگو میخوره. من خودم بچه ها خیلی چالش هیپ فایر گذاشتم، ویدیوهای خیلی قدیمی که کانال یوتیوبم انگلیسی بود و به انگلیسی داشتم کار میکردم، یه مدت چالش هیپ فایر داشتم، رو هوا فقط هیپ فایر میزدم که دستم بیاد. نگاه کن چقدر ایزی هیپ فایر. بچه ها اگر یه روزی قرار شد هیپ فایر بزنید، یادتون نره علی اگزوی بود و گفت چالش هیپ فایر رو بچه ها اجرا کنید، سعی کنید که خودتون رو چالش بکشید با هیپ فایر بچه ها. یه حالتی که حالا درسته مثلا نمیخوره سیرتون بعضی موقع، ولی یه جایی مثلا طرف میاد تو صورتتون دیگه نیازی نیست اسکوپ باز کنید، با هیپ فایر بزنید. این چیزایی که میگم بچه ها واقعا تجربه به دست آوردم و از روی چالش نبود، تجربه بوده و بعد چالشش کردم. این چالشی که میگم بچه ها برید تمرین کنید و یه ویدیو خیلی خفن بگیرید، توی اینستا گودکس آندرلاین وایت رو سرچ بکنید، میتونید ویدیو اینستا ببینید و اونجا یه استوری بزنید و من تک کنید، اگر چیل خفنی باشه من از استوریتون میکنم، لینکش هم توی دسکریپشن همین ویدیو گذاشتم. حتما کانال اینستامون رو فالو کنید، 40,000 تایی داریم میشیم بچه ها، کد اکسو آندرلاین وایتی یادتون باشه، لینکش هم توی دسکریپشن هست. خب بچه ها توی دوئلا یه چیزی که خیلی مهمه موومنت دیگه، موومنت اسلاید کنسل. من چندی بار آموزش دادم اسلاید کنسل رو دست کم نگیرید توی دوئلا، و یه چیزی که باعث میشه موومنتتون بهتر بشه و ایمتون هم بهتر بشه، یه دونه نایف دارید سری به سمت چپ برید، یهو بیای سمت راست و اینو میزنید، یا برعکس از راست یه دفعه بیای سمت چپ و اینو میزنید، و این کلاً شما رو یه جوری به انمی نشون میده توی کامرای فوبی اون که شما مثلا دارید چپ و راست میپرید، جامپ میزنید، اینقدر موومنتتون خفنه. نایف رو دارید یهو برید چپ یهو برید راست، ولی اسلاید جامپ هم بزنید با اسلاید جامپ. این الان نگاه کن داره خط میگیره، صدا پاشو داره میگیره با کامرای فوبی. بعد تازه الان شاکارسی هم ول کرد، شاکارسی هم تازه زد نامرد، ببین داره میبازه این کارو میکنه، ولی علی اگزو که باخت نمیده، هوش داشتی خداییش، مغزو داشتی، فکر بازی مغز بازی اینجاست، رفتم بالا شاکارسی که اومد پریدم از بالا زدم شاکارسی هم بعد دیگه ول شد. ببینید بچه ها شما هم باید مغز بازیتون رو افزایش بدید. توی بتل رویال نارکو هست، توی مولتی پلیر ببینید حالا چی الگو قرار دادید، من که کوچیک همتونم، ولی کلا سعی کنید یه الگو برای خودتون داشته باشید. اگر از ویدیوهای من دارید در واقع الگو میگیرید که واقعا واسه افتخاره، سعی کنید ویدیوهای آموزشیمو کامل ببینید، ویدیوهایی که قبلا گذاشتم اونا به درتون میخوره، و الان جدالی که دارم جلوی آیپد پلیر قول ایرانه که دارم باش پلی میدم، و به زودی هم توی کلان خودم میارمش بچه، آیدیش هم بعدا بهتون میگم، معرفیش میکنم. چه فکر نکنید من الان دارم دروغ میگم، مثلا مثل بعضیا بیام میگم دوئل من با نمیدونم یارو انگلیسی، یا مثلا دوئل من با بهترین پلیر عربستان، نه آخه برای چی بیام دروغ بگم؟ من دروغ نمیگم. این پلیری که میبینید بچه ها رفیق خودم آیپد پلیره، بازیشم خیلی گاده، توی کلانم به زودی میارمش، من هیچ وقت دروغ نمیگم تو زندگی. بچه دمتون گرم که تا آخر این ویدیو بودید، ولی هنوز آخرش نشده، چند تا کیل دیگه میخوام؟ 3 تا دیگه کیل میخوام، 2 تا دیگه میخوام الان بچه خدا وکیلی. ببینید بچه من این ویسی که دارم میگیرم روش بعد از بازی کردنمونه،
ببینید این کیلو داشته باشید بچه ها، خدایی کیلو داشته باشید. تمام. حرفی داری بزن، خدایش حرفی میمونه. مخلصتون بچه ها، لایک کنید، کامنت بذارید، تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.